بخش سوم جلسه 163 و خودمون رو در مورد خشونت اجتماعی دنبال میکنیم وقتی که جوامع سنتی مدرن به وجود میان که تقریبا این میتونیم در قرن 19 و قرن 20 در نظر بگیریم از اواخر قرن 20 ما وارد جوامع شبکه‌ای میشیم ولی در این دو قرنی که ما شاهدش هستیم خب میتونیم بگیم که بارسترین شکل خشونت این است که خشونت سیاسی از حلقه های محدودی که داره هرچه بیشتر تعمین پیدا میکنه بدون که خشونت خانگی و خشونت های کوچکتر از بین بره ما در جهان باستان گفتیم خشونت سیاسی وجود داره برای خشونت سیاسی در حلقه های مشخصی وجود داره وقتی که جنگ میشه بین دو گروه بزرگ جنگ میشه خب سربازها رو از مردم میگیرن ولی جنگ بین اون دو گروه میشه و جنگ زمانش مشخص مکانش مشخصه اینطور نیستش که مثلا کل جامعه رو در بر بگیره خشونت ها البته زیاده مثلا شهرها رو نابود میکنن غارت میکنن اینها وجود داره ولی به نوعی اون چیزی رو که ما میگیم دموکراتیزاسیون حالا در معنی تعمیم من بیشتر میگم تعمیم پیدا کردن خشونت سیاسی در سیستم اجتماعی چیزی نیست که ما در اون جوامع ببینیم اغلب افراد در جوامه کشاورزی آدمایی هستند که مکان و جایگاه و غیرشون مشخصه روابطشون مشخصه و بر اساس هم همون روابط عمل میکنن خشونت معمولا زمانی ایجاد میشه که تخطی اتفاق میفته کسی حد و مرز خودش رو نمیشناسه و ما میبینیم که خود همین شناخت حد و مرز که در زبان هم باقی مونده میگن حد خودت رو بدون مرز خودت رو بمون این یک میراث کشاورزی هستش یعنی اینکه در جامعه کشاورزی آدم ها میدونن حد و مرزشون چیه یه کسی که رعیته میدونه که چه کاری باید بکنه و چه کاری نباید بکنه و نمیکنه و اگر بکنه عواقب بسیار سختی برای او داره ولی در جامعه سنتی لاقل اون گفتمان عمومی که وجود داره چیه؟ گفتمان عمومی که وجود داره اینه که هیچ حد و مرزی وجود نداره همه آدم ها با هم برابرن ببینید این یک شعار هست در انقلاب فرانسه برابری برادری و همسیگی و غیره اینا شعار هست واقعیت اجتماعی نداره ولی همین شعار ها به صورت یک گفتمان رسمی مطرح میشه این مطرح میشه که همه آدم ها برابرن با هم. همه آدم ها میتونن تبدیلشن بیان در رأس جامعه قرار بگیرن این یک تخیل تحرک اجتماعی حتی امروز هم ما میدونیم مطالعات بوردیو به خوبی این رو نشون میده در نظام تحصیلی چه پیش از دانشگاه چه بعد از دانشگاه بیشتر یک تخیل تا یک واقعیت که مثلا همه آدم ها موقعیت های برابری دارن همه میتونن بیان بشن رئیس جمهور میتونن بیان بشن رئیس و میتونن بیان بشن جزه روح فرادست جامعه یک تخیله و ما یک تخیلی است که در بالا دستی ها در خیلی از بالا دستی ها به صورت ناخودآگاه وجود داره یعنی واقعا باور دارم به این قضیه و اسمش هم میذارن شایسته سالاری در خیلی از پایین دستی ها مورد پذیرشه یعنی گفته میشه که اگر ما وضعمون بد هست خب دلیلش اینه که خودمون بنز کافی کار نمیکنه هر کسی کار کنه میتونه وضع خودش رو بهتر کنه اما ایدئولوژی که به صورت گفتمان بسیار گسترده در یک کشوری مثل آمریکا وجود داره وجود داشته و خب میبینیم که الان این کشور رو به چه وضعیت انداخته چون این گفتمان که واقعیت نداره که ولی وقتی که تخطی ها انجام میشه وقتی مرز ها کنار گذاشته میشه وقتی گفتمان سیاسی دیگه نمیتونه اونجوری که باید خودش رو بزک بکنه وضعیت به این وضعیتی میرسه که الان می‌بینیم که یک فاشیست و یک کسی که خلافکاره یکی. از هر لحاظ بگید بدترین الگویی است که یک جامعه میتونه بده این نیمی از مردم آمریکا طرفدارش هستن و همه هم از این وحشت دارن که این به قدرت برسه خب چرا به دلیل اینکه سیستم های اجتماعی اینطوری چیزهای به اصطلاح کارکردها و فرایندهای اتوماتیزه نیست که شما بخواید براش قانون وضع بکنید و همطوری بگید که به صورت خودکار اینها این اتفاقات درش میفته اون چیزی که گفتمان سیاسی است نباید با اون چیزی که در واقعیت و در پیچیدگی واقعیت وجود داره ما اشتباه بگیریم بنابراین نابرابری ها وجود داره ولی این نابرابری ها باید مدیریت بشه و جامعه بره به طرف اینکه وضعیت خودش رو بهتر بکنه ولی اتفاقا از همین نکته که تخطی یک امر استثنایی است در جامعه جماعتی یا جامعه روستایی ما میتونیم به این نکته برسیم که در جامعه سنتی به دلیل گفتمانی که این جامعه به عنوان گفتمان رسمی خودش مطرح میکنه تخطی تبدیل میشه لاقل به صورت سوری و ادعایی تبدیل میشه به یک امر بدیهی و یک امر اصلی یعنی اصل بر این است که همه مثلا میگم اصل بر این است که همه بتونن در این جامعه رئیس جمهور بشن بتونن به بالاترین مقام برسن اصل بر این است که هر کسی درس بخونه بتونه شاگرد اول بشه هر کسی مثلا تلاش کنه بتونه میلیونر بشه ثروتمند بشه خب این بحث که شما به صورت بسیار گسترده میشنوید و اکثر افراد هم از خودشون سوال نمی که خب اگر اینطور بود که خب پس چطوری باید بعضی از افراد باشند که کار نکنن و بعضی از افراد باشند که کار بکنن بعضی ها کارهای سختر بکنن بعضی ها کارهای این رو میذارن به حساب طبیعی همون چیزی که اکثر جامعه شناسا بهش میگن طبیعی کردن امر فرنگی یعنی میگن خب طبیعت چطوری در طبیعت قویترن یه ایوانات حیوانات ضعیفترن اونایی که ضعیفترن از بین میرن اونایی که قویترن باقی میمونن این میخوان تلاش کنن با یک نوع داروینیسم اجتماعی مسئله رو حل کنن در حالی که مسئله جوامع انسانی مسئله بسیار پیچیده است اصلا با جامعه طبیعی قابل مقایسه نیست در جامعه طبیعی جانوران دارن زندگی خودشون میکنن بعد اکثر مسئله شون هستش که یک منبع آبی داشته باشن آبی بخورن یک منبع مثلا غذایی داشته باشن دونی بخورن یا چایی دونه دوتا حیوان شکار کنن بخورن فکر انباشت مثل انسان نیستن به صورت بیمارگونه ای که انسان میخواد انباشت بکنه نه تنها فقط برای خودش بلکه اصلا به یک شکل کاملا انتظایی و اصلا متافیزیک یعنی شما ببینید افرادی که مثلا پول ذخیره میکنن چقدر پول ذخیره میکنن این پول اگر حتی دو نصف سه نصف چهار نصف بخوان خرجش کنن نمیتونن خرجش کنن و خب پس ما در اینجا وارد یک تیپی از ترانساندانس میشیم یک تیپی از استعلام میشیم یک تیپی از متافیزیک میشیم که این اصلا در جانوران وجود نداره در طبیعت وجود نداره در طبیعت شما چرخهایی دارید جانورانی هم هستن انباشت هم میکنن ذخیره زمستانی دارن برای به زمان زمستونشون که ممکنه نتونن به اندازه کافی غذا داشته باشن ذخیره میکنن ولی این کاملا متفاوته که کسی ذخیره کنه برای ده نسل بیست نسل بعد که اصلا نمیتونیم نمیشه حتی تصور کرد وجود داشته باشه نه اینکه در رابطه با خود این فرد وجود داشته باشه اصلا نمیشه تصور کرد که اصلا وجود خارجی داشته باشه برای هیچ انسانی و خب اینها نشون میده جامعه انسانی جامعه بسیار پیچیده ای است که با اون روابطی که در طبیعت وجود داره نمیشه اونها رو داره کرد ولی این جامعه وقتی میاد و در گفتمان رسمی خودش مسئله تخطی رو تبدیل میکنه به اصل مسئله تخطی رو تبدیل میکنه به اصل همونطور که مسئله انتروپوسنتریزم رو تبدیل میکنه به اصل ما بسیار صحبت کردیم راجع به این نکته که انسان کل موجودیت انسان اگر از دوره تمدن بخوایم حساب بکنیم یعنی از دوره اولین تمدن های خیلی باستانی بخوایم حساب کنیم ما مثلا میرسیم به 7000 سال ولی عمر حیات رو که بخوایم حساب کنیم 3 میلیارد و 800 میلیون ساله عمر کره زمین 4 میلیون و 500 هزار ساله خب ببینید اصلا انسان واقعا یک مثل یک ذره است نسبت به خود همین کره زمین در یک بیابان بزرگ یک ذره ای در یک بیابانی بزرگی رو در نظر بگیرید که پر از شنه یکی از اون ذرات کل موجودیت انسان میتونه باشه و خب این انسان چنان وارد یک گفتمان آنتروپوسنتریک میشه که فکر میکنه تمام عالم برای او وجود اومده و او در مرکز عالم قرار گرفته و همه چیز رو باید در رابطه با خودش تعیین کنه خب این کاملا یک امریست که انسان رو به بنبست کشونده الان تمام این مشکلات که با اقلیم داره با این خودشون دارن انسان ها که دارن مشکلات اجتماعی که دارن خشونت که دارن اینجاست که من میگم ترانسگریشن یا تخطی یا زیر پاگذاشتن مرس ها یا اصولا باور نداشتن به مرس ها اینها باعث میشه که خشونت به صورت پیوسته در جامعه مدرن مطرح بشه خب بین اینکه آیا جامعه مدرن خشنتره یا جامعه های باستانی میدونیم اختلاف نظر خیلی زیاده خیلی از فیلسوفان هستن که معتقدن و از لحاظی هم درست میکنن مثل میشل سر که معتقده که خب جامعه مدرن جامعه مدرن بسیار بیزان خشونت درش کمتره بسیار تعداد افرادی که در جنگ ها کشته شدن در سیستم های مختلف مثلا زندانی شدن یا مثلا خیلی موارد دیگه بیرحمی و غیره اینا خیلی کمتر از جامعه باستانی ولی کجا او اشتباه میکنه اینجا اشتباه میکنه که ابعاد اصلا اون ابعاد گذشته نیستش روابط اون روابط گذشته نیستش و اگر ما بخوایم در خودش این جامعه رو بفهمیم میزان خشونت میزان بیرحمی حضور خشونت در رفتارهای انسانی چه به صورت فیزیکی چه به صورت نمادین بسیار بسیار بیشتر ما به دلیلی که در جامعه کشاورزی ترانسکریشن تخطی رد کردن از مرز اینها چیزهایی نیستش که بین انسانها ها اصل باشه ما میبینیم که در سیستم های آموزشمون در سیستم های تربیتیمون کودکان تشویق میشن به اینکه هر چه بیشتر تو جایی که میتونن برن جلو به یک کودک گفته میشه تو هیچ مرزی نمیشناسه هر چقدر بخوای میتونی جلو بری باید بری جلو باید خودتو ببری از دیگران جلو بزنی باید بهترین باشی باید بزرگترین باشی باید قهرمانترین باشی باید بهترین ها رو داشته باشی خب اینها عوامل اساسی است که ایجاد خشونت میکنه به خاطر اینکه ایجاد یک نوع رقابتی میکنه که این رقابت در جهان باستانی به نوعی از طریق همون سیستم های جماعتی که ساخته شده بود کنترل میشد ولی در جهان مدرن کنترل از روی اینها برداشته میشه و حوزه سیاسی متمرکزی که ما مثلا داشتیم در بین دو تا پاستی که در رأس جامعه بودن این دیگه به کل جامعه تعمین پیدا میکنه و مناسکش هم تعمین پیدا میکنه مثلا این است که حوزه سیاسی که در مرکز وجود داشت مناسک سیاسی هم داشت که اجرا میکرد حالا مناسک دینی مناسک سیاسی و غیره که اجرا میشد که مسئله قدرت رو به تثبیت برسونه با جشن ها با سوگواری ها با آینه های مختلف و غیره هر کدوم از اینها انجام میشد ولی وقتی که ما وارد سیستم اجتماعی جدید میشیم یا خشونت اجتماعی جدید میشیم منطق به کلی تغییر پیدا میکنه برای اینکه این تغییر پیدا بشه چه اتفاقی باید بیفته باید اون سیستمی که قبلا تحت عنوان سیستم کدهای رفتاری در جامعه وجود داشت و عمدتا اینها از طریق مثلا سیستم کاستی یا سیستم های جماعتی به افراد منتقل می و ممکن بود به صورت قانون هم در بیاد ولی لزوماً دلیلی نداشت به صورت قانون در بیاد و قانون اون اهمیتی رو نداشت که امروز داره عرف همونقدر قدرتمند بود اینها میان و هم به صورت قانونی عمل میکنن هم به صورت عرفی عمل میکنن هم به صورت ترکیبی عمل میکنن برای اینکه این اتفاق بیفته همون فرایندی طی میشه که فوکو بهتر از هر کسی اون رو مطرح کرده هنجارمند شدن جامعه در عین حال که این هنجارمند شدن و این مرزبندی های سختی که تعیین میشه در تضاد کامل قرار داره با اون گفتمان رسمی که جامعه مطرح میکنه و میگه هیچ حد و مرزی برای هیچ کس وجود نداره